سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من امروز میخوام براتون داستان بازی Middle Earth Shadow of War رو تعریف کنم که ادامه بازی Shadow of Mordor. پس توصیه میکنم اگه قسمت قبلی رو ندیدید اول اونو تماشا کنید، لینکش زیر ویدیوه. این بازی مربوط به کتاب ها و وقایع داستان های آقای تالکین میشه. اگه شما فیلم های ارباب حلقه و هابیت رو دیده باشید قطعا منظور منو بهتر متوجه میشید. خب بدون هیچ معطلی بریم سراغ داستان بازی. بازی Shadow of War دقیقا ادامه نسخه قبلیه، جایی که هنوز تالیون همراه با روح لورد کلبرنبور پیوند خورده. این دو نفر با همدیگه به کوه نابودی سفر میکنن و میتونن اونجا یه حلقه قدرت دیگه درست کنن تا ازش استفاده کنن. نکته مهم راجع به این حلقه اینه که تحت تأثیر نیروی منفی سارون قرار نداره، اگرچه بعد از اینکه اون ساخته میشه کلبرنبور توسط شلوب دزدیده میشه. شلوب در واقع یه عنکبوت خیلی کنده است که حتما اونو توی فیلم ارباب حلقه دیده بودید، جایی که گالوم فرودو رو گول میزنه تا از لونه شلوب رد بشن. البته توی این بازی شلوب رو با کالبد انسانی نشون میدن. شلوب به تالیون میگه در ازای آزاد کردن کلبرنبور باید حلقه رو بهش بدن. تالیون با بیمیلی قبول میکنه که حلقه رو به شلوب بده که ادعا میکنه اونا یه دشمن مشترک دارن، یعنی ساورون. شلوب با این حلقه آینده رو میبینه و بعد به تالیون میگه که به سرعت به یکی از آخرین قلعه های گاندور در موردور بره، یعنی میناس ایسیل. این قلعه زیر حمله نیروهای ساورون قرار داره، چرا که توی اون سنگ جهانبین یا پالانتیر قرار داره. پالانتیر این قدرت رو داره که به هر کسی که کنترل اونو به دست بگیره اجازه میده که هر چیزی که توی دنیا که آرزوشو داره رو ببینه. برای همین ساورون دنبالشه تا اینطوری بتونه با استفاده از پالانتیر جای حلقه قدرت خودش رو پیدا کنه. تالیون به سرعت به سمت قلعه حرکت میکنه، اما وقتی اونجا میرسه با کلبرنبور به مشکل برمیخوره. اون میخواد به نیروهای گاندور علیه اورکا کمک کنه، اما کلبرنبور باور داره که شهر سقوط کرده و کاری نمیشه کرد. برای همین باید پیدا کردن پالانتیر رو اولویت قرار بدن. اون میگه فقط باید از پالانتیر محافظت کرد، اما تالیون جواب میده محافظت کردن از قلعه به محافظت از پالانتیر منجر میشه. اون به نیروهای قلعه میپیونده و با رهبرشون یعنی جنرال کاستامیر، دخترش ایدریل و گروهبانش بارانور ملاقات میکنه. اونا با کمک همدیگه میتونن حمله اورکا رو خونسا کنن و اجازه ندن که دیوارها سقوط کنه، البته تا زمانی که کاستامیر بهشون خیانت میکنه. اون برای اینکه جون دخترش ایدریل رو نجات بده دروازه ها رو باز میکنه و پالانتیر رو به رهبر اورکا یعنی پادشاه آنگمار تحویل میده. احتمالا شما پادشاه آنگمار رو توی ارباب حلقه ها با اسم سوار سیاه بشناسید، اما پادشاه آنگمار کاستامیر رو میکشه و تالیون هم میتونه به لطف کمک یه الف یعنی التاریل فرار کنه. پادشاه آنگمار قلعه رو فتح میکنه و اسم اونا از میناس ایسیل به میناس مورگول تغییر میده. حالا که ساران پالانتیس رو به دست آورده متوجه میشه که حلقه جدید قدرت در اختیار شلوبه، برای همین نازگول ها رو میفرسته تا بهش حمله کنن. نازگول ها در واقع همون پادشاهانی بودن که به خاطر طمع رسیدن به عمر جاودان توسط ساران آلوده شده بودن و حالا بردش بودن، اما تالیون میتونه شلوب رو نجات بده که بعد شلوب حلقه رو بهش پس میده و میگه سرنوشت سرزمین میانه توی دستای توه. حالا که تالیون حلقه رو به دست آورده تلاش میکنه به اورکا چیره بشه و یه ارتش برای خودش بسازه. در طول این مدت اون چند تا ماموریت مختلف انجام میده. اول به ایدریل و بارانور کمک میکنه تا بازمانده های قلعه رو نجات بدن. بعدش به روح طبیعت یعنی کارنان کمک میکنه تا یه هیولا رو که توسط جادوگر زوگ زنده شده بود و شکست بده. در ضمن اون سراغ نازگل ها میرفت و در کنار التاریل اونا رو گیر مینداخت. تالیون بالاخره میتونه به اندازه کافی قدرت پیدا کنه که حمله خودش رو به استحکامات ساورون شروع کنه. در طول نبرد اون با ایسیلدور که حالا به نازگل تبدیل شده بود روبرو میشه. ایسیلدور همون کسی بود که با شمشیر شکسته انگشت ساورون که حلقه بهش بود و قطع میکنه. تالیون اونو شکست میده، اما بعد از اینکه میبینه چطوری ایسیلدور توسط حلقه آلوده شده بود روحشو آزاد میکنه. کلبرنبور عصبی میشه و میگه باید روح ایسیلدور رو به عنوان برده نگه میداشت. اینجا تالیون میفهمه که کلبرنبور ترجیح میده به جای اینکه ساورون رو نابود کنه بهش سلطه داشته باشه. تالیون از این به بعد دیگه به حرفای اون گوش نمیده. برای همین روح کلبرنبور از بدنش خارج میشه و به کالبد التاریل نفوذ میکنه. حالا بدون روح کلبرنبور و حلقه قدرت تالیون کم کم در حال مرگه، اما شلوب به خیالش میاد. اون میگه اگه تالیون به مبارزه با ساورون ادامه میداد اونو شکست میدادن، ولی بعدش کلبرنبور ساورون رو زنجیر میکرد و
و تصمیم میگرفت بقیه سرزمین میانه رو تسخیر کنه. شلاب از تالیان خواهش میکنه به مبارزه ادامه بده و سیاهی درون مردور رو از بین ببره. تالیان تصمیم میگیره سرنوشتش رو توی دستای خودش بگیره. برای همین حلقه قدرتی که ایسیلدور دست داشت و به انگشت خودش میکنه تا اینطوری زنده بمونه. اون با استفاده از این حلقه به قلعه میناس مورگول حمله میکنه و میتونه پادشاه آنگمار رو شکست بده. اون بعدش مالکیت پالانتی رو به دست میگیره و میبینه که کالبرمبور و التاریل دارن به سارون حمله میکنن. این دو نفر میتونن توی مبارزه دست بالا رو بگیرن و کالبرمبور تلاش میکنه سارون رو برده خودش کنه، اما همین موقع سارون دوتا از انگشتای التاریل که یک از اونها حلقه جدید قدرت رو به دست داشت و قطع میکنه. اینطوری سارون و کالبرمبور روحشون با هم یکی میشه. در نتیجه این دو نفر یه برج زندانی میشن در حالی که روحشون با هم دیگه مبارزه میکنه تا یکی کنترل رو به دست بیاره. تالیان تصمیم میگیره از قلعه میناس مورگول استفاده کنه تا اینطوری نیروهای مردور رو توش نگهداری کنه و بقیه قسمت‌های سرزمین میانه در امان باشن. چند دهه بعد بالاخره حلقه ایسیلدور میتونه روح تالیان رو تباه کنه و اینطوری اون به یه نازگل تبدیل میشه. ساوران اونو همراه با بقیه میفرسته تا برن و فرودو رو پیدا کنن. اگرچه بعد از اینکه ساوران توی کتاب ارباب حلقه‌ها شکست میخوره، تالیان و بقیه نازگل‌ها میمیرن ولی روحش آزاد میشه. آخرین صحنه‌ای که تالیان رو میبینیم توی اون دنیاست که زرو شمشیرش رو دور میندازه و به سمت غرب میره. خب بچه ها، این هم از پایان داستان بازی شادووار. اما حالا میریم سراغ دو تا DLC که برای این بازی اومده. شمشیر گالادریل. در طول زمانی که کلبرمبور و ساورون در حال نبرد بودن، التاریل میتونه حلقه کلبرمبور رو به دست بیاره و بعد یه سری پیام از گالادریل دریافت کنه که نازگل‌ها از جمله تالیون رو باید از بین ببره. گالادریل یکی از رهبرای الفا بود که هم توی ارباب حلقه‌ها و هم توی هابیت حضور داشت. التاریل با بیمیلی روبروی تالیون قرار میگیره. تالیون میتونه اونو قانع کنه که اگه با هم کار کنن میتونن نیروهای ساورون رو توی مردور نگه دارن. تالیون میگه یه فرمانده جدید داره با ارتشش به قلعه های اون حمله میکنه، برای همین به التاریان ماموریت میده به یکی از قلعه ها بره تا ازش دفاع کنه، در حالی که خودش به یه قلعه دیگه میره. التاریل کنترل چند تا قبیله اورکو به دست میاره و به راحتی میتونه جلوی حمله‌ای که به قلعه شده بود رو بگیره، اما متاسفانه قلعه‌ای که تالیون ازش دفاع میکرد سقوط میکنه. یه سری نازگل میرسن و میگن اونا کسایی بودن که در واقع داشتن حمله رو فرماندهی میکردن. اونا میخوان از این فرصت که ساورون و پادشاه آنگمار در حالت ضعیفی قرار دارن استفاده کنن و اینطوری تمام سرزمین میانه رو تسخیر کنن. بعد از اینکه با گاز سمی میتونن دوباره کنترل قلعه‌ای که تالیون از دست داده بود و پس بگیرن، التاریال و اون دنبال نازگل ها میرن و به مقرشون میرسن. اونا با هم مبارزه میکنن که التاریال میتونه هر دوشون رو شکست بده. بعد از شکست این دو نفر، حلقه قدرت ایسیلدور دوباره تالیون رو وسوسه میکنه. برای همین اون با التاریل مبارزه میکنه که البته شکست میخوره. تالیون میگه اون هر بار بعد از مرگ دوباره توسط ساورون زنده میشه. التاریل تصمیم میگیره به مبارزه علیه نیروهای مردور ادامه بده تا اینکه بالاخره حلقه قدرت نابود میشه و ساورون شکست میخوره. روح کالبرمبور آزاد میشه و التاریل دنبال اون روح میره. تخریب مردور. این دومین DLC بازیه، اما داستان این سری مربوط به بارانور میشه، یعنی همون گروهبانی که توی نسخه اصلی حضور داشت. اون در طول مردور سفر میکنه و تلاش میکنه یه سری مزدور رو استخدام کنه تا اینطوری موفق بشه به یکی از قلعه های مهم مردور یعنی شیندارا متسخیر کنه. اما توی راه یه سری موجودات به اسم ورم بهش حمله میکنن که البته یه کوتوله یعنی توروین بهش کمک میکنه و نجاتش میده. توروین برای بارانور وسایل مختلفی میسازه که بهش در انجام ماموریت‌هاش کمک میکنن. بارانور بالاخره به یک کمپ مزدورها میرسه که البته اونجا متوجه میشه که کمپ توسط برادر بزرگترش جاکایت فرماندهی میشه که البته حالا با اسم سرکا شناخته میشه. سرکا با بیمیلی قبول میکنه در فتح قلعه شیندارام کمک کنه و بعد به این شرط که همه غنایم به اونا برسه. اگرچه یه مزدور دیگه به اسم جوجا بهش خیانت میکنه و اونو به چاله مبارزه اورکا میفرسته. بارانور برادر خودشو نجات میده و اون میتونه دوباره کنترل مزدورها رو به دست بیاره و بعد جوجا رو هم به خاطر خیانت اعدام کنه. بعد از اینکه اونا یه حمله اورکا رو دفع میکنن، به سمت قلعه میرن و اونجا رو تسخیر میکنن، اما به جای اینکه قلعه رو نگه دارن روش یه سری تله کار میذارن تا اورکایی که برای بازپسگیری میان توش گیر بیافتن. بعدش تصمیم میگیرن به سمت قلعه های دیگه برن و جاهای مختلف رو فتح کنن. خب بچه ها، اینم از داستان DLC ها. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید.
شخصا خودم با نسخه اول خیلی بیشتر حال کردم و به نظرم نسخه دوم یه جورایی اضافی میومد. شما چی فکر میکنید؟ توی کامنت ها حتما نظرتون رو بگید. در ضمن من یه تشکر بکنم از دوست عزیزمون رکسن و کیارش که امروز ما رو دونیت کردن. اگه شما هم میخواید ما رو حمایت کنید میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار. اگه تاریخچه های بیشتری میخواید این ویدیوها رو تماشا کنید.